افزایش درگیری و بلند رفتن آمار جانباختگان نیروهای امنیتی در ولایت فراه باعث نگرانی والی این ولایت شده است. محمد عارف شاهجهان میگوید در جریان درگیری ها تلفات سختی بر طالبان مسلح نیز وارد شده است. به باور وی علت افزایش تلفات نیروهای امنیتی و ناامنی ها نبود تجهیزات کافی و کمبود شدید نیروهای امنیتی می باشد. همکارم خوشحال زلاند گزارشی دارد که با هم می‌بینیم. والی فراه در یک مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی آرانا نیوز از افزایش ناامنی ها اظهار نگرانی کرد. محمد عارف شاه جهان والی فراه میپذیرد که طی 4 ماه اخیر حملات بزرگ طالبان مسلح در این ولایت به گونه چشمگیر افزایش یافته و تلفات زیادی هم بر نیروهای امنیتی و هم بر غیر نظامیان وارد شده است. او همچنان میگوید صدها طالب مسلح نیز در جریان درگیری کشته شدند. 4 ماه میشه که جنگ به صورت مسلسل بدون وقفه دوام کرده. طبیعی است در این مدت برای سربازای حکومت، مدافعین مردم هم خستگی ایجاد شده، هم تلفات را ما داشتیم، تلفات بسیار جدی و جبران ناپذیر داشتیم، هم خساراتی از نقطه نظر وسایل و امکانات جنگی داشتیم. او طرف دشمن هم تلفات فراوانی به مراتب تلفاتشان از ما بیشتر بوده. والی فرا میگوید افزایش حملات مسلحانه طالبان در اطراف شهر فرا به جهت سقوط دادن شهر فراه بود که طالبان موفق به انجام آن نشدند. او میگوید نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند تا از تمام بخش‌های این ولایت دفاع کنند. جنگ دوامدار و به صورت فرسایشی شده. با او هم چیزی را که ما امتحان داده تانستیم در مدت 4 ماه طالب یک قدم هم به طرف شهر نزدیک شده نتانست، برنامه جدی عملیات تهاجمی برای شهر داشتن آماده نتانستن، ولی متاسفانه تعداد زیادی از جوانان را به خاک خون کشاندن. به باور والی فراه کمبود تجهیزات و نیروی تازه نفس باعث شده تا نیروهای امنیتی به صورت شاید و باید در مقابل مخالفین مسلح دولت بجنگند. او از مقام‌های دولت مرکزی می‌خواهد تا در قسمت تجهیز نیرو امکانات به این ولایت تلاش کنند. نیروگیری که در بتانیم از کشتار بیشتر برای ازی که ما دشمن عقب برانیم، نیروی کافی در اختیار نداشتیم. از شهر فرا دفاع کرده میتانیم، اما با بهای بسیار سنگین. ارتباطاتی با مرکز داریم، مرکز هم برای ما اطمینان دادن که ما را به زودترین فرصت اکمال میکنن، در فصل زمستان اکمالات ما پوره میشه و ما آمادگی کامل برای ازی پیدا خواهد کردیم که تا آتش جنگ از داخل شهر ما بیرون کده بتانیم. والی فرا در حالی از کمبود نیرو و تجهیزات امنیتی سخن میزند که چندی قبل آمر امنیتی این ولایت تایید کرد که 50 سرباز امنیتی مسئولیت حفظ و تامین امنیت شکارچیان قطری را به دوش دارند. در چند سال گذشته همواره فعالین مدنی و شهروندان فراه از بی‌توجهی حکومت مرکزی برای تامین امنیت جان و مال مردم اعتراض کردند.